همه ما طبیعت گردی میکنیم، من، شما، همه. یکی حرفه‌ای میره پاکستان قله K2 دومین قله دنیا رو فتح میکنه، یکی هم مثل من واسش کمتر ارشنگای عصرا میره کوسوفه اصفهان 200 قدم میزنه با دوستاش چای نبات میخوره برمیگرده. ولی من یه سوالی از شما دارم، میخوام بهش فکر کنید و یه جواب مشخصی به خودتون بدید. اونم این که ما چرا طبیعت گردی میکنیم؟ چرا میریم تو طبیعت؟ چرا از زیر باد کولر از کنار بخاری میریم تو طبیعت تو هوای آزاد؟ چرا راه رفتن رو فرش رو ول میکنیم میریم رو سنگ و خاک راه میریم؟ یه دلیلی باید داشته باشه. این دلیل شما چیه؟ پاسخو به خودتون بدین، پاسخ یادتون باشه. بعد آخر صحبت امروز برگردیم ببینیم دلیلمون یه مقداری تغییر میکنه یا نه. من امروز میخوام در مورد چی حرف بزنم؟ من میخوام امروز در مورد انقراض حرف بزنم. همه ما تا حالا خبر انقراض گونه های مختلف رو شنیدیم. یه گونه بوده فلان جا منقرض شده، این گونه داره اینجا منقرض میشه. ولی میدونستین که تک تک ماها، من، شما، همه، تک تک ما ممکنه تا امروز یه گونه رو از روی زمین منقرض کرده باشیم؟ همه ما میتونیم عامل انقراض یه گونه باشیم. اما چجوری؟ راه های مختلفی برای منقرض کردن یه گونه وجود داره که قرار امروز در موردش حرف بزنیم و یکی از راه‌های منقرض کردن گونه‌های مختلف رو من امروز می‌خوام بهتون یاد بدم که اگه دوست داشتین انجام بدین. اونم طبیعت‌گردی بده. طبیعت‌گردی بده یکی از بهترین ابزارهاست برای اینکه بتونید یه گونه رو منقرض کنید. البته طبیعت‌گردی بدم روش‌های خودشو داره. در مورد روش‌هاش می‌خوایم حرف بزنیم. چند تا مثال از بهترین روش‌هایی که ما می‌تونیم با طبیعت‌گردی بد جون حیوانات رو بگیریم یا حتی منقرضشون بکنیم. خب قبل اینکه وارد بحث بشیم یه سوال، میدونید ایران چند گونه حیوان داره؟ مثلا یه خواهیم شروع کنیم به شمردن، عقاب داریم، گنجشک داریم، پلنگ مازندران داریم، گربه توی بیابون ممکنه مثلا باشه، فلان فلان بیزار. اگه این رو همینطوری بشماریم میرسیم به چه عددی؟ چند تا گونه ما داریم؟ نمیدونید؟ منم نمیدونم. آره، نه اینکه علاقه نداشته باشم یا در موردش نخونده باشم یا دانشی نداشته باشم، نه، به خاطر اینکه این عدده هی تغییر میکنه. یعنی مثلا الان یه عددی من بگم 3-4 ساعت دیگه یکی یه گونه پیدا میکنه و تعداد عوض میشه. نمیشه عدد خیلی دقیقی و داد، فردا واقعا این عدد ممکنه عوض بشه. ما هی داریم گونه کشف میکنیم، هی گونه های جدید از ما کشف میکنیم، هی از این طرف هم گونه منقرض میکنیم. خب چه کاریه؟ چرا کشف میکنیم منقرض میکنیم؟ یه دقیقه آروم. ولی تعداد حیوانات ایران خیلی زیاده. ما توی ایران فقط 2000 گونه مهره‌دار داریم، یعنی پرنده دوزیست، خزنده، پستاندار، همه اینا که ستون فقرات دارن. فقط بیشتر از 2000 گونه مهره‌دار داریم، یعنی اینطوری نمیشه شمردش. پلنگ و ببر و فلان و اینا اینطوری نمیشه شمردش، خیلی بیشتر از این حرفا. و میخوایم بریم حالا سراغ این که چجوری ما میتونیم اینا رو منقرض بکنیم. یه گروه رو تصور بکنید، یه گروه مثلا 10-12 نفره، یه 3-4 تا پاترول و رونیز و ماشینای خوشگل بیابون برو که میخوام برن توی طبیعت یه جای کمپ بکنن، یه دشت زیبایی برن برای کمپ و اینکه لذت ببرن از طبیعت. خب توی مثالایی که میزنم این گروه رو هی تو ذهنتون داشته باشید تا ببینیم که چی میشه. اول از همه بریم سراغ خواب زمستونی حیوانا. فقط خرس نیست که زمستون رو میخوابه دوستای من. اطلاعات ما در مورد حیات وحش در سطح کارتونای دبستان نگه نداریم. خیلی از حیوانا زمستون رو میخوابن. خیلی از حیوانا. بیشتر خزنده های ایران زمستون خوابن. کلی از جونده های ایران، همینایی که تو بیابون میبینید بهش میگید موش بیابونی، اینا زمستون رو میخوابن. پاییز زمستون خواب زمستونی هن. خب؟ بعد حالا اون گروهه بود که اینا داشتن میرفتن طبیعت گردی با پاترول و اینا. فکر کن اینا عصری رسیدن به مقصدشون، بعد مثلا توی بیابونی و اینا ماشینا رو دور هم گذاشتن و دیگه میخوان بترکونن. دیگه میخوان طبیعت گردی رو برسونن به اوجش. اولین کاری که باید بکنن اینه که درهای ماشین رو باز کنن، صدای موسیقی رو تا ته زیاد کنن. نه؟ آفرین. ولی خب زیر همون قسمتی که اینا صدای موسیقی رو تا ته زیاد کردن، ممکنه کلی حیوان خواب زمستونی باشن. توی همون 45 متر جا ممکنه 10-12 تا جونده اون زیر خواب باشه، وزغ خواب باشه. و داریم چی کار میکنیم؟ داریم مثلا خودتون اصلا تصور کنید، فکر کنید ما مثلا یه جانداری هستیم که خواب زمستونی داریم، یه موجودی 3000 برابر اندازه خودمون میاد تو سقف خونمون، آهنگ میذاره دوپس 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 دوپس، بعد این سقف خونه داره رو سر ما خراب میشه. این اصلا خودتون بزنید جای اون حیوان.
اونجا که خونه ما نیست که آهنگ میذاریم، که اونجا که محل زندگی ما نیست، اونجا محل زندگی کلی حیوان دیگه است. همون آهنگی که ما میذاریم ممکنه کلی حیوان از خواب زمستونی وسط زمستون بیدار کنه، اینا بیان بیرون غذای برای خوردن نداشته باشن و بمیرن. ولی کلن آهنگ گذاشتن تو طبیعت کار اشتباهیه. ولوم 10 و 100 هم نداره، کلن کار اشتباهیه. چرا؟ مثالاش خیلی زیاده. مثلا یه مثال دیگه، میدونید پرنده های نر برای اینکه تو فصل زادآوری پرنده های ماده رو جذب کنن چی کار میکنن؟ براشون آواز میخونن. کلی پرنده نر توی منطقه هن، اینا شروع میکنن آواز خوندن، هرکی بلندتر و قشنگتر بخونه پرنده ماده بهتری گیرش میاد. خب یه لحظه پرنده چکاوک نر رو تصور کنید کنار یه مزرعه کشاورزی، از مثلا دم طلوع آفتاب و 5 و 6 سحر داره خودش رو پاره میکنه واسه که داره زور میزنه خوشگل بخونه. سر 1 و 2 ظهر شده، یه ماده یه نیم نگاه انداخته داره کم کم نزدیک میشه، از صدای آواز خوشش اومده، ما میرسیم و این آهنگو پلیش میکنیم تا ته هم صدا رو میبریم بالا. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اون پرنده نر بدبختی که یه روزشو گذاشته بتونه یه ماده جذب کنه، هر چی کاشته به باد فنا میره. یه لحظه اون چکاوک نره رو تصور کنید داره چه جوری بهتون نگاه میکنه تو اون لحظه. چشماشو تصور کنید با چه اخمی داره نگاهتون میکنه. اینا دو تا از مثالای بود که آهنگ گذاشتن ما چه جوری طبیعتو خراب میکنه ها. طبیعت خونه یه سری حیوانه، طبیعت خونه ما نیست. آهنگ اونجا حق نداریم بذاریم، همونطور که نمیتونید برید وسط خونه همسایه آهنگ بذارید تا تحذیرات کنید. خب بریم سراغ آقا مثال بعدیمون. همین گروهمون بود که اومدن اونجا کمپ کنن، اول موسیقی گذاشتن انرژی بگیرن و طبیعت رو بهتر کنن و فلان و بسار. اینا یه 2 ساعت گذشته دیگه، الان وقت کمپ کردنشون و چادر زدن. همیشه تو تیمای طبیعت گردی 1-2 نفر هستن که خفن تجهیزاتن. خب اینا تا الان میخوایم کمپو شروع بکنیم، اون 1-2 نفر دست میکنن تو کولهشون اسپری ضد حشره بزرگ برندشون رو در میارن، میخوان ما رو از شر حشرات خلاص بکنن. اسپری ضد حشره رو در میارن میزنن دور تا دور کمپ که هیچ حشره ما رو اذیت نکنه. دیده چی کار میکنید؟ با اونجا خونه حشره هاست. اسپری ضد حشره یعنی چی؟ اینه که یه مهمون بیاد خونه ما، بعد وسط خونه ما یه دفعه اسپری ضد آدم بزنه ما فرار کنیم تازه وسطش هم بمیریم. اونجا خونه اوناست، اسپری ضد حشره اصلا معنی نداره. بعد حالا اسپری ضد حشره رو زدیم و چادرها رو برپا کردیم و کمپ خفنمون داره شکل میگیره و الان وقت چیه؟ شب شد و بعد اونجا روشن بشه. بالاخره بیابون جاییه که ما باید روشنش بکنیم، اونطوری که نمیشه لذت برد. بعد کلی پروژکتور میذاریم دور تا دور کمپ، پروژکتورها رو روشن میکنیم. اینجا رو تو پرانتز نگه دارید، من یه چیز قشنگ در مورد حشره ها بهتون بگم بعد برگردیم سراغ این. میدونستین حشره ها تو بیابون حتی شب پره های نصف بند یه انگوش میتونن صدها کیلومتر مهاجرت بکنن؟ آره، یه شب پره اندازه نصف بند یه انگوش میتونه توی بیابون نه تنها 400-500 کیلومتر مهاجرت کنه که دقیقا بره همون جایی که میخواد. خب اگه ما رو با این اندازه وسیعمون الان ول کنن تو بیابون بگن 400 کیلومتر برو اونورتر برس به فلان جا، میتونیم؟ نمیتونیم. یه حشره اینقدری میتونه. چجوری مسیرش رو پیدا میکنه؟ یکی از راههایی که میتونن مسیرش رو پیدا کنن نور ماهه. جهت نور ماه از کدوم طرف میتابه زاویه رو نسبت به اون میسنجن حرکت میکنن. بعد حالا این حشره در اوج مهاجرت شگفت انگیز چند صد کیلومتریشه که ما یهو پروژکتور رو روشن میکنیم. پروژکتور رو روشن میکنیم و خبر بعد این که حشره های اندازه نصف بند انگشت ممکنه که 400 کیلومتر مهاجرت بکنن ولی نمیدونن لامپ چیه، پروژکتور ندارن. نتیجه چی میشه؟ اون شب پر خوشگله که داشت پرواز میکرد و میرفت این دفعه میگه اه این چیه؟ پروژکتوره که نمیشناسه. پس اون ماه نیست، این ماهه، اون ستاره پرنور بود، ماه اینه. بعد میاد به سمت پروژکتور ما، میچسبه پروژکتور ما، تبخیر میشه، میمیره. واسه اینکه ما می‌خواستیم کمپمون رو روشن کنیم. نصف شب بیدار میشیم می‌خوایم بریم دستشویی، میترسیم بزرگترین چراغ قوه رو برمی‌داریم واسه دستشویی رفتن و ممکنه اون وسط مسیر مهاجرت چند صد کیلومتری یه حشره رو گند بزنیم توش. خب این دوستان ما تا اینجا قهرمان بودن، تونستن اسپری ضد حشره بذارن، با آهنگ ترکوندن و اینا. حالا خوابیدن، صبح بیدار میشن و دیگه وقت پیاده‌روی صبحگاهی بچهای تیممونه. چند نفری صبح بیدار میشن، یه قدم زنی یه ساعته داشته باشن، دارن راه میرن، وسط راه یه دفعه یکی میگه اه بچه اون سوراخه رو
سوراخ مار فکر کنم. یهو یکی کنارش میگه نه ببین درش تارنکبوت بسته، این اگه هم لونه بوده دیگه الان نیست. اون یکی نه حالا بذار ببینیم شاید توش باشه، چوبه رو بده به من، چوبه رو بده. یه چوب بر میداره بعد به اون یکی لطفاً این نور گوشتم بنداز توش ببینیم چه خبره. بعد این چوب میکنه تو، بعد از اون طرف این لامپ توی سوراخه که ببینن چیزی توش هست یا نه. چی کار داری میکنی؟ حالا اون توش باشه یا نباشه تو بفهمی چه دردی ازت دوا میشه. آخه فکر کن تو خونه نشستی لم دادی تلویزیون نگاه میکنی تخمه میشکنی، یه دفعه چند تا موجود ده برابر اندازه خودت دم در خونه صداشون میاد که دارن بحث میکنن که تو خونه هستی یا نیستی، چه حسی به دست میده؟ بعد کاش بحث میکردن میرفتن بیخیال نمیشن، آخر شلنگ آتش نشانی میارن آبو باز میکنن تو خونه، با ته زور آبو میفرستن تو خونه. اگر تو اون تو باشی از خونه فرار کنی بیرون که بفهمن که تو اون تویی. خب آخه چرا؟ بعد اون ماره بدبخت در خونهش تجمع شده میخواد حالا دیگه فرار کنه بعد اون چوب و فلان و بیسار، یه نیش میزنه یکی و میره. خب بعد شمایی که این کارو کردی و بعد 30 تا آمپول تو درمانگاه بهت بزنن که فقط دستتو قطع نکنن که زنده بمونی، بعد هم تو دارن تق تق بهت آمپول میزنن که سالم بمونی، خبرنگار روزنامه حوادث فلان میاد سراغت مصاحبه میکنه، تیتر فردای روزنامه و خبرگزاری ها میشه حمله مار سمی به طبیعتگرد جوان. آخه این تیتر باید این باشه حمله سه وحشی به مار مظلوم در بیابان. خب حالا ولی در حال به اینجا ختم نمیشه، طبیعتگردان جوان قهرمان ما مسیرشون رو ادامه میدن، برخواد 10-12 نفرن دختر پسرن و اینا میرن یه های مارمولک میبینن، یه های یکی جیغ میزنه میگه من مارمولک میترسم فلان. یکی ولی همیشه تو گروه ما هست که قهرمانه، میتونه همه حیوانا رو بگیره و نترسه. اون یهو میپره مارمولکه رو بلند میکنه به همینشون میده گرفتمش ترس نداره که. بعد نه تنها گرفته مارمولکه رو، میخواد رو شونه همه هم بذارتش و باش 10 تا هم عکس بگیر و اصرار داره تو که میترسیدی بیا اینو بگیر، میخوای ترس اون بریزه داری اینو سکته میدی. خب به این چه که اون از این میترسه، این که داشت زندگیشو میکرد. بعد حالا عکس و اینا رو هم گرفتیم و اینا، حس شجاعت اون آدم هم که ارضا شده و اینا دیگه، الان بعد از احساس شجاعت زمان احساس آزادگی و طبیعت دوستیه، زمانیه که ما بعد اون حیوان رو آزادش کنیم. یه 5-6 کیلومتر هم پیاده رفتیم و عکس گرفتیم و مارمولکه رو آوردیم تو کمپ و اینا، حالا همونجا لطف میکنیم و ولش میکنیم. این الان لطف ما بود، میدونید چی کار کردید؟ حیوانا فنس ندارن، دیوار ندارن، مرز ندارن، ولی این معنیش این نیست که قلم رو ندارن. خیلی قبل از این که اصلا ما آدم ها روی زمین باشیم اونا قلم رو داشتن. خب اینه که یه این مارمولکه رو ول میکنی یا جا دیگه، اینه که تو خونه دوباره نشسته باشی داری تلویزیون میبینی تخمه میشکنی، یهو یه دست از پنجره بیاد تو بلندت کنه، اولا که همه با هم یکی یه عکس ازت بگیرن و کیف کنن، بعد این میخواد آزادت کنه پنجره خونه یکی دیگه رو باز کنه بذارت وسط خونه یکی دیگه. خب چه حسی به اون آدم دست میده؟ الان اون صاحب اون خونه مگه تو رو بیخیالت میشه یا وسط خونشی؟ خب لتو پارت میکنه. با این مارمولکه همین کارو کردی، گذاشتش وسط خونه یکی دیگه، احساس قهرمانی هم به دست میده. بعد بعضی وقتا دیگه خیلی ما آدمای طبیعت دوستی هستیم نجات بخش هم میشیم. مثلا تو بعضی از گروه‌ها یکی هست که میگه آخه لاک پشته رو این تو این بیابون چی میخوره، بذار من ببرمش خونه بهش کاهو بدم، اینجا میخواد خار بخوره. ما 200,000 سال رو زمینمون، لاک پشته چند میلیون سال تو اون بیابون جد در اندر جد اونجا زندگی کرده، یعنی چی بخوره اونجا زندگیشو به مزمن تو بهتر بلده اونجا چه خبره. بعد برمیداریم لاک پشت رو از زیستگاه چند میلیون سالش میبریم میذاریم تو بالکن خونمون، جلوش هویج میذاریم و کلم و کاهو، اسمشو میذاریم لاکی، ازش استوری میذاریم تو اینستاگرام، زیرش هشتگ میذاریم لاکی خجالتی. آخه این چه کاریه داری با طبیعت میکنی آقا خانوم؟ خب توی این گروه های طبیعت کردی، اون گروه طبیعت کردی 10-12 نفرمون و همه گروه های طبیعت کردی، همیشه یک عکاس هم ما داریم، یه عکاس ماهر که توی بیوش توی تمام سوشال مدیا هم نوشته فوتوگرافر. خب این همیشه یه لنز گنده بزرگ هم داره. خب دارن حالا قدم میزنن دوباره تو اون دشته، این عکاس ما یه دفعه لونه یه پرنده رو میبینه میگه آخ جون بریم عکس بگیریم،
بعد میره نزدیک لونه، این لنز دوربینش رو میکنه تو حلق جوجه ها تو لونه پرنده عکس میگیره، بعد میاد میره توی سوشال مدیا این عکس رو شیر میکنه با همه، زیرش هشتگ میذاره لطفاً به لانه حیوانات نزدیک نشویم. خب تو چه جوری این عکس رو گرفتی؟ من نمونه این عکس و این هشتگ رو تا 200 بار شخصا دیدم. بعد ازش میپرسه آقا خب شما که خودت تو لونه پرنده، میگه نه من تمام نکاتی که باید رعایت بشه رو رعایت کردم. چه نکته ای رو رعایت کردی؟ لنز تو حلق جوجه پرنده هست، نکته چیه؟ بعد یه خبر بعد این که اصلا پرنده ها سوشال مدیا ندارن، خب بعد دوربین عکاسی هم نمیشناسن، عکاس هم توشون نیست کسی. شما وقتی میرید تو لونه یه پرنده، مامان بابای اون جوجه دارن شما رو نگاه میکنن و دارن سکته میکنن. خب بعد وقتی کاری به جوجه ها نداری عکستو میگیری میری، اینطوری نیست اون مامانه به بابا بگه آخ جون عکسشو گرفت رفت، که اون براش معنی اینه که اگه پستاندار نزدیک لونه شده یعنی میخواد جوجه ها رو بخوره، اگه جوجه ها رو نخورد معنیش اینه میخواد کمین بکنه، ما که رفتیم تو لونه ما رو با جوجه هامون با هم بخوره. نتیجه چیه؟ شما واسه یه عکس تو سوشال مدیا زدی یه خانواده رو نابود کردی. خب ولی بچه ها اینطوری هم نیست که ما همش به طبیعت آسیب بزنیم، خیلی از ما طبیعت رو واقعا دوست داریم، همون گروهی که کمپ کردن و فلان و بیسار اینا الان زمانشه که برگردن خونه، تو جادن دارن میرن به سمت شهر، یه دفعه یادشون میاد آقا کلی از غذاهای دیشب تو ماشین مونده، اینا رو بریزیم واسه حیوونا، چون ما بالاخره حیوونا رو دوست داریم و طبیعت دوستیم و اینا. کنار جاده میزنن، کنار غذاها رو خالی میکنن، کنار جاده توش دم پختک هست، تون ماهی هست، کنسرو لوبیا هست، همه چی هست. خب بعد میرن، بعد یه موشی یه مثلا جونده‌ای که زیستگاهش تو بیابونه از اون ور جاده بهش بوی دم پختک میخوره، خب ذوق میکنه میخواد بخوره دیگه، از جاده میاد رد بشه یه ماشین پاق زیرش میکنه لهش میکنه، بعد یه روباهه اونجا میگه آخ جون مثلا جونده کباب شده میره اینو بخوره، یه ماشین اونم زیر میکنه. خب بعد فردا صبح میشه چند تا کلاغ دارن رد میشن آخ جون روباه کباب شده و جونده کباب شده بریم اینا رو بخوریم، یه ماشین چند تا از کلاغ هم زیر میکنه. خب حالا همه اینا زیر شدن کنار جاده، ما اصلا خونمونیم دیگه، خوابیدیم و اینا، یه ماشین دیگه عین ما طبیعت دوستهای قهرمان دارن رد میشن اینا رو میبینن، یخه ببین حیوانا رو چقدر زیر میکنن و له میکنن، بذار ما یه کمکی حداقل بهشون کرده باشیم، بزن کنار من این غذاها رو بریزم بغل جاده واسه حیوانا، دوباره همه چی از اول. آره خلاصه که اینطوریه، این از چند راه خوب برای نابودی حیوانا در طبیعت گردیه. بعد یادتونه اون اول صحبت گفتم تک تک ما ممکنه یه گونه رو منقرض کرده باشیم؟ دروغ نگفتم. برای اینکه ببینیم چه جوری نیاز بدونیم اندمیک یعنی چی. خب وقتی ما میگیم یه گونه اندمیک ایرانه یعنی تو تمام دنیا فقط توی ایران میشه دیدش و فقط توی ایران زندگی میکنه. حالا اگه بگیم فلان گونه اندمیک اون کوه هست یعنی تو کل دنیا فقط تو اون کوه زندگی میکنه. ایران ما پر از گونه های اندمیک، توی ایران ما پر از گونه هایی داریم که توی تمام دنیا فقط توی نقطه کوچیک زندگی میکنن. خب این یعنی چی؟ یعنی اون موقع که آهنگ گذاشتی تو بیابون پاق پاق داشتی سقف یه خونه رو خراب میکردی، یه جونده رو بیدار میکردی، اون ممکنه آخرین فرد از اون گونه بوده باشه. اون موقع میخواستی شب بری دستشوی یه پروژکتور دستت گرفتی روشن کردی که نترسی، شب پرهی که چسبید بهش جزغاله شد ممکن بود آخرین فرد از اون گونه شب پره باشه. خب پرنده‌ای که لنز رفت از جوجه‌هاش عکس گرفت، مامان بابا جوجه‌ها رو رها کردن، ممکنه آخرین جوجه‌ها و آخرین شانس بقای اون گونه روی زمین باشن. خب پس این شدنیه و هر کدوم از ما ممکنه واقعا یه گونه رو منقرض کرده باشیم. بهتره بدون اینکه بگیم منقرض کرده باشیم بگیم ممکنه آخرین فرد از یه گونه رو ما از بین برده باشیم. ولی همه اینا راه حل داره دوستان من. مثلا شب میخوای چراغ روشن کنی بری دستشویی، میتونی از نور قرمز استفاده کنی. نور قرمز به مراتب آسیب کمتری برای طبیعت داره. همه اینا راه حل داره. موسیقی میخوای گوش بدی، هنسفری بذار تو گوشت. یه وسیله اختراع کردن که میخوای موسیقی گوش بدی فقط خودت گوش بدی، همه جانداران اون منطقه مجبور نباشن موسیقی تو رو گوش بدن. در مورد اون ماره بود که چیز شد که نیز زد و اینا، راه حلش اینه تو بیابون دست تو هر سوراخی نکنید. خب
اینم از این. پس هر چیزی بالاخره یه راه حلی داره. اسپری ضد حشره، اسپری ضد حشره واقعا یه راه حل نمیخواد. اسپری ضد حشره اصلا کجا اومده؟ 10 سال پیش مردم میرفتن تو طبیعت مگه بر اثر حمله سوسک و مثلا پشه از بین میرفتن دار فانی رو ودا میگفتن؟ یه لباس آستین بلند دستمون کنیم، پاچه شلوارمون رو بکنیم توی جورابمون، منم به شما تضمین میدم، قول میدم برای هیچ جنبنده تو بیابون پاچه شلوار شما جذابیت نداره که بخواد بره توش که شما اسپری ضد حشره بزنید. خیلی میترسم یه دونه مثلا کرم افتر بایت بذاریم تو کیفمون که اگه یه چیزی شد، یه چیزی نیشتد، بتونیم مثلا از پمادمون استفاده کنیم. واسه همه اینا راه حل هست دوستای من، ولی لازم نیست راه حل تک تک اینها گفته بشه. واقعیت اینه که نیازی نیست این لیست مثالی که من زدم رو بیشتر از این به شما بگم. این لیست میتونه 100 تا باشه، میتونه 1000 تا باشه. یک ماه شما میتونید فقط لیست کاری که 90 تو طبیعت بکنیم و پر بکنید. خب ولی موضوع این نیست. اینا محدودیت هایی نیست که دست و پای ما رو قرار باشه ببنده که از طبیعت لذت نبریم. اینا فرصته. اینا چیزاییه که دید ما رو به طبیعت باز بکنه و ببینیم میتونیم از چه چیزایی تو طبیعت لذت ببریم. به جای لذت بردن از باس آهنگ تو ماشین، میتونیم از دیدن تنوع بی‌نظیر حیوانا تو بیابون لذت ببریم. میتونیم از مشاهده ی آواز خوندن پرنده نر برای اینکه بتونه یه پرنده ماده رو جذب کنه لذت ببریم. کلی چیز تو طبیعت هست برای لذت بردن. چیزی که مهمه اینه که دید ما عوض بشه. اگه دید ما عوض بشه، اگه دلیل ما برای رفتن به طبیعت اصلاح بشه و بهتر بشه، اون وقت دیگه نه نیازی به این لیست 100 تایی و 1000 تایی از کاری که نباید بکنیم و راه حل‌هاش هست و نه حتی نیازی هست که این سخنرانی رو گوش بدید. مرسی از همتون.